آخوند خطیب وزیر اطلاعات رژیم آخوندی گفت که متاسفانه رسانه دشمن تبلی دارد که نه تنها صدایش گوش خراش و آزاردهنده است بلکه در جان و دل جوانان ما دارد ماندگار می شود قصد داریم به این موضوع و علت وحشت دیکتاتوری ولایت فقیه از ارتباط جوانان با مقاومت ایران بپردازیم آقای مهدی مهدیزاده همراه ما هستند سلام بر شما و خیلی خوش آمدید با سلام به شما و بینندگان محترم برنامه اول درود میفرستم به اشرف نشانها و هواداران سازمان مجاهدین و ایرانیان آزادمون که در شهر استکهلم سوئد اونطور جانانه بسات مزدوران وزارت اطلاعات رو در هم کوبیدن من در خدمتتون هستم برادر مهران در شما خواهش میکنم متی سوال اول این هست که چه چیزی با توجه به همین حرف های آخوند خطیب میگم چه چیزی در جان و دل جوانان میهن ماندگار شده که وزیر اطلاعات رئیسی جلاد رو اینطور به ابراز خشم و تأسف وادار کرده قطعا اون چیزی که اینطور آخوند دشخیم خطیب رو به وحشت انداخته قطعا در تعارض شدید قرار داره با ماندگاری خود رژیم که اینطور باعث تأسفش شده سوال اینه که اون چیز چیه که در دل و جان جوانای ما ماندگار شده اون چیز همون براندازی و سرنگونی رژیمه جوانای ما در قیام دیماه 88 به صورت میلیونی شعار دادن مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقی رژیم برای مقابله با ماندگاری این شعار در ذهن و جان و دل جوانای ما اقداماتی را انجام داد از مهمترین اون اقدامات میشه اشاره کرد به حملات گسترده به شهر اشرف و لیبرتی با هدف نابوتی مجاهدین این کار رژیم البته نتیجه عکس داد چون مجاهدین نه تنها از بین نرفتن بلکه با ایستادگی با دست خالی جلوی زرعی ها و مزدوران وحشی تا دندان مسلح رژیم به جوانای ما یاد دادن که باید برای آزادی قیمت داد و فداکاری کرد اقدام بعدی که رژیم انجام داد سر دادن شعار بیهزینگی بود گویی که میشه بدون قیمت دادن بدون هزینه کردن مثل موسوی و کروبی معتقد به اصل ولایت فقیه بود و اسم خود رو مبارز هم گذاشت اما دو عامل مهم شاخص شکست رژیم در توطئه یکی تداوم قیام ها که نقطه عطفش قیام دیماه 96 و همینطور هجرت بزرگ و انتقال شکوه مندانه مجاهدین از لیبرتی در قیام دی 96 پروژه اصلاحات قلابی و شعار بیهزینگی شکست خورد دانشجویان تهرانی به نمایندگی از طرف مردم ایران و 140 شهر به پا فریاد زدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا پروژه‌ای که 20 سال خاک تو چشم جوانای ما پاشیده بود با این شعار مهر باطل شد خورد در قیام ده 96 نشون داده شد که شعار سرنگونی شعار محوری و اصلی مردم ایرانه تو قیام دیماه ماه 96 نشون داده شد که پاسخ در درون نظام نیست بلکه پاسخ در سرنگونی و جایگزینی یک حکومت مردمی و دموکراتیک چطور،, چطور،, همین موضوعی که میگی نشون داده شد در جریان قیام 96 بله توی قیام دی ماه 96 پدیده ای که برجسته شد پدیده کانونهای شورشی بود اگه اجازه بدید این موضوع رو از اونجا شروع کنم که بردر مسعود توی سال 92 بعد از بسته شدن درب اشرف اعلام کردند هزار اشرف می سازیم و دیدیم که با کانونای شورشی اشرف به شهرهای ایران تکثیر شد اینطور بود که استراتژی مجاهدین برای سرنگونی با کانونای شورشی وارد مرحله جدیدی شد نقطه اثباتی این استراتژی ظفرنمون هم توی قیام شکوهمند آبان 98 بود پس باید بگیم در مهران که ترس و وحشت آخوند دشخیم خطیب وزیر اطلاعات رئیسی جلاد بی دلیل نیست با مجاهدین و کانونهای شورشی میتوان و باید رژیم ولد فقیر رو سرنگون کرد این همون شعاریه که توی دل و جان جوانای ما ریشه کرده کانونای شورشی با فعالیتاشون تلسم ترس و اختناق رو میشکنن تسخیر دوربین های شهرداری تهران تسخیر سرور های صدا و سیما و وزارت ها و ادارات رژیم مخصوصاً سازمان زندان ها ضربات سنگینی به دستگاه امنیتی رژیم وارد کرده آتش زدن مراکز سرکوب و سرکوب سپاه و بسیج و حضور کانون شورشی در برنامه سیمای آزادی و دادن پیام های آتشینشون اینطور دیوار تلسم و ترس که مانع قیام ها هست رو در هم میشکنه من خودم سراغ دارم کانون شورشی جوونی که با دو پای فلج مادرزاد پانزده مرکز و تابلو سپاه و بسیج و بنرهای خامنه ای و خمینی رو آتش زد یا کانونهای شورشی که در سنین شست یا هفتاد ساله با انواع بیماریهایی که دارن با فعالیت هاشون راه راه سرنگونی رو باز میکنن کانون شورشی میگفت خواهر شش سالش هر جا که میرسه در خونه و در مهمانی و در کوچه و خیابون شعار مگبر خامنه ای میده و کسی جلوش رو نمیتونه بگیره برای همینی که الان میبینیم ترس و وحشت رژیم رو از دهی 90 که این روزا شاهدش هستیم کانونای شورشی میبینیم که خانه، به صورت خانوادگی در آکسیون در سیمای آزادی فعالیت می‌کنند. باید بگیم که کانون کانون شورشی محصول 43 سال مبارزه بیامان مردم و مقاومت ایران و مجاهدین با رژیم ولایت فقیه حاصل جامعه انفجاری و شرط عینی ایران ماست. کانونای شورشی در هر سنی از زن و مرد و پیر و جوان با گرایشات فکری مختلف از هر قوم و نژادی در همه شهرهای ایران هستند و فعالیت میکنند. برای همینه که رژیم اینقدر از جوانای ما وحشت داره. برای همین به خامنه ای و رئیسی جلاد و این وزیر اطلاعات دشخیم پیام بردر مسعود رو خاطر نشان می کنیم که به بیت الانکبوت و ولی فقیه فرتوت می گوییم بجنگ به جنگ تا بجنگیم جنگیم درود بر شما خیلی متشکرم مهدی عزیز از توضیحاتت که هم ما رو با در واقع تاریخ چه آشنا کردی از روند گسترش جنبش مقاومت و بعد هم به کانونهای شورشی رسیدیم سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم خدا شکر شما مرسی زنده باشید خدا نگهدارتون